در سال دهم رجب 195 هجری قمری در روز 19 ماه رمضان کودکی به دنیا آمد که میتوان او را یکی از زیرکترین و باهوشترین امامان شیعه نامید. او محمد فرزند امام رضا علیه السلام بود. همزمان با شهادت امام رضا علیه السلام و به امامت رسیدن امام جواد علیه السلام در سن 17 سالگی تجاوزات اعراب به اوج خود رسید. دوران زندگی امام محمد تقی علیه السلام مقارن با یکی از بی‌رحم‌ترین خلفای عباسی بود. امام محمد تقی علیه السلام به صورت علنی شروع به جنگ با مأمون عباسی نمود. حضرت امام جواد علیه السلام چنان نزد مردم محبوبیت داشتند که مأمون عباسی به ناچار امام جواد علیه السلام را زندانی کرد. اما فعالیت های امام جواد علیه السلام در زندان به مأمون عباسی گزارش شد و مأمون عباسی به ناچار امام جواد علیه السلام را از زندان آزاد کرد. اما مسئله مهمترین است که چرا لقب باب المراد را به امام جواد علیه السلام اختصاص دادند. مأمون عباسی روزی به این نتیجه رسید که وجود امام محمد تقی علیه السلام برای دولت و حکومتش خطرساز است. پس مأمون عباسی شروع به تحریک همسر امام جواد علیه السلام کرد تا امام جواد را مسموم کند. مأمون عباسی به همسر امام جواد علیه السلام گفت اگر جواد را مسموم کنی من نیمی از ثروتم را به تو میبخشم. همسر امام جواد علیه السلام وصفش نشد و امام جواد علیه السلام را مسموم نمود و امام جواد علیه السلام شهید شدند. اما چرا به امام جواد علیه السلام باب المراد گفته می شود؟ چرا امامان دیگر این لقب را ندارند؟ از جمله جد بزرگوار امام جواد علیه السلام امام کاظم علیه السلام. امام جواد علیه السلام فردی بسیار زیرک، باهوش و حتی مهربان بودند. ایشان همچون پدر بزرگوارشان امام رضا علیه السلام علاقه زیادی نیز به آهو داشتند. برخی از مورخان میگویند لقب باب المراد را به امام جواد علیه السلام اختصاص دادند چون ایشان مهربانند، زیرک، باهوش و رند. در مورد باهوشی و زیرکی
و رند بودن و حتی مهربانی حضرت جواد علیه السلام شکی نیست. امام جواد علیه السلام یکی از باهوش‌ترین امامان شیعه هستند. البته تمام امامان شیعه باهوش و مهربان در رند بودند. امام جواد علیه السلام لقب دیگرشان ائمه است. اما ما در این ویدیو به باب المراد بودن امام جواد علیه السلام خواهی پرداخت. امام جواد علیه السلام فردی بسیار مهربان بودند. باب المراد به خاطر رند، زیرک و باهوش بودن و حتی مهربانی بودن امام جواد علیه السلام و حتی شجاع بودن ایشان در دوران کودکی و حتی بلدان است. داستان شجاعت امام جواد علیه السلام که در این کانال ویدیویی با عنوان داستان شجاعت امام جواد علیه السلام در کودکی آپلود شده و به علاقه مندان توصیه می شود که حتما اون ویدیو رو ببینند. امام جواد علیه السلام باب المراد هستند، اما چرا؟ همانطور که گفتیم امام جواد علیه السلام رند، زیرک، شجاع و باهوش. امام جواد علیه السلام توسط مأمون عباسی لعنت الله علیه مسموم شدند و پیکر پاک ایشان در بقیس. به امید سعادت و رستگاری برای همه مسلمانان و آزادگان عالم، به برکت ظهور و حضور مهدی موعود جل الله تعالی فرج الشریف یا جواد الائمه امام مظلوم شیعان، پاینده و عزیز و رند و زیرک باشید. مأمون عباسی لعنت الله وجود امام محمد تقی را برای دولت خود خطرساز دید. پس تحریک همسر امام که به همسر امام گفت اگر محمد را بکشی به خدا قسم نیمی از ثروتم را به تو میبخشم، همسر امام جواد علیه السلام وسوسه شد و سم را به امام جواد علیه السلام خوراند و در نهایت موجب شهادت امام جواد علیه السلام جواد الائمه شد. به امید سعادت و رستگاری برای همه مسلمانان و
و عدالت خواهان عالم به برکت ظهور و حضور مهدی موعود جل الله تعالی فرجه شریف پاینده و عزیز و رند و زیرک باشید.